این داغ یک ملت است. به یاد شهید قیام جواد حیدری. شب 31 شهریور 1401 در ششمین روز اعتراضات سراسری، قزوین یک پارچه آتش بود و اعتراض. صدها جوان معترض به خیابان ریخته بودند تا همصدا با سایر شهرهای ایران علیه دیکتاتوری فاسد آخوندی فریاد بزنند. جواد حیدری یکی از این جوانان قیامی بود که آن شب به میدان آمده بود. او به دریای خشم جوانان زادگاهش پیوسته بود تا همصدا با آنها فریاد بزند: مزدوران خامنه‌ای که از فروش یک پارچه مردم و جوانان قزوین به وحشت افتاده بودند، به روی مردم آتش باز کردند. آنها ناجوان مردانه و از فاصله نزدیک جواد را از پشت سر هدف قرار دادند. جواد در اثر اصابت گلوله جنگی دچار خونریزی شدیدی شد. نیروهای حکومتی پیکر خونین جواد را نگه داشته و با تعلل چند ساعته به بیمارستان بردند. جواد قهرمان که دانش آموخته رشته کشاورزی و فعال اقتصادی بود، در 36مین سال زندگی خود به دلیل همین تعلل نیروهای حکومتی در رساندن به بیمارستان و در اثر خونریزی آن شب جان باخت و به کاروان شهیدان قیام مردم ایران پیوست. جواد جوانی سرزنده و آگاه بود. او چراغ دل پدر و مادر و خواهران و برادرانش بود. او پسر عزیز مادرش بود. او قلبش برای ایران و جوانان شجاع ایران می‌تپید. یک بار در سالگرد نبید افکاری به خواهرش گفته بود: باید یک سر به شیراز بزنیم بر سر خاک نبید. اما او نه بر سر خاک، که به دیدار او در آسمان پرواز کرد و پدر نبید این بار بر سر خاک جواد حاضر شد. جواد پیش از شهادت در همون روزهای قیام گفته بود: شما حق ندارید نذارید بچه هاتون برن تو خیابون. بهشون بگید این راه کشته شدن داره، کور شدن داره، زندان داره، ولی بذارین خودشون انتخاب کنن. از چی میترسید؟ خیابون همیشه برای ماست. میترسید بمیرین؟ ما همین الانم مردیم. روز 3 مهر 1401 علی‌رغم هشدارهای مزدوران حکومتی، اما مردم قزوین در حمایت از خانواده جواد در مراسمی بسیار باشکوه پیکر پاکش را تشییع کرده و در مزار روستای رحمت آباد بزرگ قزوین به خاک سپردند. خواهرش در مراسم خاک سپاری گفت: این داغی که به دل ما گذاشتن داغ ملت ایرانه، داغ خانواده ما نیست، داغ یه ملته، ملت دلتو داغ میزنه، ملت دلتو داغ میزنه، این خون فراموش نمیشه، همونطور که خون جوان داری دیگه فراموش نشه، خون مرد فراموش نشه. بله، این داغ یک ملت هست که به زودی داغ سرنگونی را بر دل خامنه ای خواهد گذاشت. پس از شهادت جواد، مزدوران خامنه‌ای بارها اعضای خانواده‌اش را بازداشت و به زندان انداختند و وقاحت را تا جایی به اوج بردند که با حمله و هجوم وحشیانه به خانه آنها در روستا، حتی کودکان را هم مورد ضرب و شتم و با گاز اشک‌آور مورد حمله قرار دادند. بی‌شک تمامی این جنایات در طلوع صبح روشن آزادی در دادگاه خلق مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم. از مردن نمی ترسیم، اگه جز مرگ راهی نیست، واسه سرکوب دست من.